ببینین معمولا یک تعداد انسان ها پیدا میشه که اینها فکر میکنن که همه حقیقت جهان عبارت از آن چیزی است که اینها میفهمند یا اینها حس میکنند. تناب نور، من چرا تناب نور گفتم؟ حالا من میخوام بگم که وقتی که من تناب نور بیابیم و انتحار کنیم، این یک اینه میره مسرودیم، در حال که استاد امان نادری سالها پیش تناب نور گفتن. برای تمام آن شاعرانی که دانشی از علوم طبیعی و روزگار خود ندارند، من میخوام این پیام بفرستم که آقا جان بروید و اندک هم بعضی اساسات علوم طبیعی را فرا بگیرید. امروز دو تئوری در عرصه نور وجود دارد، تئوری موجی و تئوری فوتون یا ذروی. چون ذره رسن بازم و از ذره رسن سازم، مولانا سالها پیش گفته. مولانا از ذره رسن می سازه، همون رسن همی تناب است، ولی تو چون اون مولانا جلال الدین است چیزی گفته نمیتونی. ولی وقتی که این کلام از زبان امانی نادری که یک ریاضیدان و فیزیکدان است و خیلی در رابطه به ویژگی ها و خصوصیت های نور و تیوری نور و تیوری موجی نور و تیوری فوتونی نور میفهمه و این در شعرش میآید، و بعد تو که نه نور میشناسی و نه هم تیوری های در رابطه با نور، بعد برای تو این یک گپی عجیب میآید. این ذهن شاعر نظر و توانمندی های و اون توانایی ها و ظرفیتی که داره تصویر سازی میکنه. این دقیقاً این تصویری ده که استاد بزرگوار من خداوند بر او ببخشاید امانی نادری که بیان کرده، تناب نور، این برخواسته از دانش و تخیل شاعرانه شد. اون شاعر بیچاره که دانش در عرصه فیزیک و دیگه چی نداره، اون بعد همیشه هنوز همو سر و قد میبینه و اونمو چشم خمار میبینه و اونمو پیاله شراب میبینه، دیگه چیزی نیست. هر کس به اندازه فهم خود تصویری شاعرانه میافرینه. من بازم میخوام بگم که من خیلی افتخار میکنم که استاد نادری نه تنها یک ریاضیدان بزرگ بلکه یک استاد بزرگ بود و شاعر بود و حس و حواس ادبی داشت. ادبیات تنها کار اونهایی نیستن که فاکولته ادبیات یا ژورنالیسم خوانده باشن، بیاین مثل قاری آسی برای من یک شاعر نشان بدن، مثل صبور سیاسنگ یک پژوهشگر نشان بدن، مثل سمی حامد نشان بدن، همین کاظمی که در ایران است رشتهش مثلا مهندسی، این گونه نمیشه. مثلا همین و انصاری که بزرگ مرد که مثلا درباره بدیل انقدر تحقیقه اثر در عرصه های علوم طبیعی درس خونده. من میخوام بگم که این ترکیب تناب نور یک ترکیب تازه و زیباست و هنوز هم به جای خود باقی است و ایره فقط ذهن یک دانشمند میتونه بیافرینه. واقعا همون گونه که مولانا سالها پیش میگه که چون ذره رسن بازم و ذره رسن سازم، این یک چیزهای بسیار زیاد مهم و رازناک است که فقط ذهن کسی. حالا من نمیخوام بگم که مولانا جلال الدین محمد بلقی فیزیک میفهمید، ولی من در زندان پلیچرخی که بودم یک یادداشت‌هایی گرفتم که بس شگفتی انگیز بود که مولانا چگونه این همه مثلا تیوری های علومی معاصر مثلا در شعرهای خود بیان کرده. و مثلا زمانی که مولانا میگفت که سختگیری و تعصب خامی است، تا جهینی کار خونا شامی است، این 300 و چند سال پیش از ویلیام هاروی انگلیسی است که کشف کرده بود که خون در وجود آدم حرکت میکند، در حالی که بحث امبریولوژی را مطرح میکند. حالا شاید او با نگرش اشراقی خود به این حقیقت دست یافته بود، ولی یک تا دوستای ما که در این زمان هستن که بدون شک اونا عارفا نیستن، ولی اینا خواهی نخواهی
دانش طبیعیشان و دانش اجتماعیشان وارد شعر میشه و این خیلی قابل قدر است. و من تأسف میکنم کسایی که بر ترکیب تناب نور مثلا خوردگیری کردن. همچو اسباب تعلق در جهان زولانه نیست، همچو اسباب تعلق در جهان زولانه نیست، کس که می افتد در این زندان بجز دیوانه نیست. سید بندی کسرتیم از شور بختی و جنون، ورنه در صحرای وحدت نام دام و دانه نیست. تنگ چشمی را اسیریم، خودپرستی را دلیل، ورنه مفهوم بشر را سرحد و پیمانه نیست. بر در قصر خیالش خاک گشتم باد گفت، از که می پرسی سراغش کس درون خانه نیست. تیشه ها باید زدن تا بی ستون گردد شگاف، همت فرهاد اما بازوی مردانه نیست. پرتو افشانی برایم نادری یک عادت است، جلوه شمع از برای کشتن پروانه نیست. دانشمند فرانسوی محترم ایتیان جیل که مدت زیادی با استاد نادری در رابطه با تهیه مواد آموزشی مشترکاً در کابل کار کرده است، نیز از خاطره هایش می گوید. بار اولی که امرای آقای نادری به تماس شدم در مرکز سیانس کار می کرد. وزارت معارف ما را در یک کمیته شامل کرده بود که مسئولیت آن کمیته این بود کتاب های درسی ریاضی را تجدید نظر کنند. اما نادری در راس این کمیته بود. وقتی که من راجع به کتاب یک تبصره می کردم، او همیشه توجه می کرد که کمیته تبصره مرا در نظر بگیرد. آهسته آهسته دوست شدیم. چون به ریاضی جدید آشنایی خوب داشت، به نوشتن یک کتاب راجع به آن شروع کرد و مرا دعوت کرد تا با او همکاری کنم. به این ترتیب هر دوی ما عادت گرفتیم که هر هفته یک بار یا دو بار یک جا در مکتب استقلال بشینیم تا این کتاب را بنویسیم. همکار بودن با استاد نادری برایم یک افتخار بود. تقریبا هر سال یک کتاب راجع به ستها یا روابط می نوشتیم. کوشش داشتیم که کتاب های بنویسیم که هم دقیق و هم روشن باشد. تمرینات جدید زیاد در این کتاب هم بود. فکر نمی کنم که در طول زندگیم یک همکاری اینقدر خوب، مفید و صمیمی دیده باشم. سویه‌ام در زبان دری، خصوصا شناخت اصلاحات ریاضی، آهسته آهسته به کمک آقای نادری خوب شده رفت. آقای نادری همیشه به کار حاضر بود. زیاد میکوشید که به شاگردانش ثبوت‌ها، مثال‌ها، تمرینات جدید پیدا کند تا آنها خوبتر ریاضی بفهمند. نه تنها ریاضی را دوست داشت، بلکه وطن خود را نیز دوست داشت. نه به زبان بلکه به عمل. وقتی که حزب پرچم و خلق سر قدرت آمدند، زود فهمید که اتحاد شوروی در پشت سر بود. بعضی وقت بدون اتحاد گپ میزد و این خطرناک بود. تا که امان نادری زنده بود امرایش به تماس ماندم، اما افسوسن زود از این دنیا رفت. حالا حتما حل تمام معادلات ریاضی و غیر ریاضی را
میفهمد. روحش پاک بود، روحش شاد بود. Mm-hmm.